بکنم بکنم آروم باشید برات هم راز و یاور بود توی شادی توی غم نه یه ست تا اضافه کن کم دارم آره ما نیم ست دیگه اونجا خدا حسن 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 بیا بگو جمعش بادو نگفتی تنها میمونم سلامات محمدی خواهد اللهم سلام محمد بادو آقا دوما شما هی؟ بله منم قراره بشم شما نه شما نه شما بیا تو آقا برم آقا شما نه نه خودم بیا آقا این دوماد باید بیا خوش دارم خودم تقدیم بگم نمیشه که رسم اینه رسم شوی عزیز من بلند شو دوماد آدم ته تهش نامحرمه عزیز من این مرحوم که به ملکوت اعلا پیوند برو کنار بحث نکن کمالی جان بیا کنار بیا کنار بفرمین آقا بسم الله شما بود رسول اون هر کی بخوای نداره چون دیونه هم گیره ولش کنی عکس رادیولوژی هم میگیره ازم بفرمین علی جان ان شاء الله هر چی خاطر اون مرحوم است بقای عمر شما یه فاتحه هم جهت روح مرحوم بفرست آقا سریع آبی تلاوت روحشون شاد خانم من همیشه از خدا بیامرز تعریف میکرد ما که از خدا بیامرز بدی ندیدیم شوهر که از زن راضی باشه خدا هم ازش راضیه جلو خانم خودت هم همینو میگی؟ نه ولی تو مراسم ختمش میگم ایشالله سلام سلام خیلی خوش شد آقا جون چیزی کم کسی نمید سبب سف سف نه بابا خوبه آقا نه عوض میکنم آقا راد ماجی شما شله نرم خیلی تو در آب میشه ولی شما حق داری از غذا راضی نباشی از بلود پایین نمیره میفهم خدا یه داستانه بود دست پخت خدا بیامرز ما که هر وقت می رفتیم خونه کمالی اینا مهمونی شب تو خونه با خانم دعوا برای چی چی؟ می گفت اینقدر اونجا غذا تعریف میکنیم میگن نخورده ای می گفتی؟ می گفت من نخوردم حرف ماف نیست البته همچین بیرا هم نمی کنم آن رسول من دارم برای دقا دلار رو گردیدم آقا شو بفن نسیم عرضی کنم آقا این پدر زن شما خیلی بد غذاستا نه بابا خیلی خوش شما برو باشد. من کجا بد غذا چین چین بد غذا نبود بود چین که هیچ کی غذا نمیخورد بابا بوی زخم ماهی میزد زخمه زخم زخمه زخمه دیگه تو بگو گن گن آقا جون ببخشید من این آقا بذار کچلش کنی بذار غذاشو بخوره من میز و صندلی ها و بعد آمپلی و نوار قرآن رو فرستادم خونه برش هم شیرینی و میورم گفتن که بگیرن دیگه چی؟ خوبه دست درد نکنه فقط این پارچه نویسی باید بری بعدش هم باید بری شاب خونه کجا داری برای شاب؟ این سر بازار آقا رضا هست اون کارش کنه فقط بو از طرف برویز آقایون بله. نه اصلا آشنا خودمون هست چون کارت عروسی من خدا به خود عروسی حسن آقایون ها ایشالله میفته بعد چلوم میگه ها برای نیمه شعبان میذارم یه ده روز بعد از چلوم ایشالله ایشالله حالی در خانمه که بفرسته بیره دوباره برات حسابی خلوت میشه حالا ایشالله اون موقع هم واسه آقا کمالی فکری میکنی همه خسته نباشید ما چرا خسته نباشید شما خسته نباشید که همه این مشکلات واقعا امروز به شمای شماست تنها شدی لا لا عمه جون تو رو خدا بسته به خدا چشمون در من از کس انقدر گریه کرد سری جون پاشو خورم پاشو بسته همه آب بند بیارم دستی بردیم من برم بیارم آقا جون خدا رو شکر مراسم خیلی آبرومند برگزار شد همه چی هم خیلی خوب نه غذاش خوب نبود جوجهش خشک بود من غذاش خوب نبود جوجهش خشک به نظر من خشک
روپر چی شد این آبغن؟ ببخشی این انقلاب شد این مرم آقا تو ببخش من همه چی هر بار باید تکرار کن نه این تذکرات لازم به هر حال شوهر آینده شی ببین کمال جون از یه چیزت خوشم میاد اونم همین غیرتت به نظر من محمد آقا غیرت جز اصول دینه آفرین یادم نمیره اون مأمور برق چجوری از بالای تیر برق کشیدیش پایین اون حقش تو نباید تنها بمونی شب یا بریم نه عمه خونه ما هست دیگه میام خونه ما مثلا یه جا میندازم جلوی تلویزیون نه تو اون اتاقه هست ما یه اتاق آره خالی نه من صبح نمیخوام با هم دیگه بریم یه صبح نم بخوریم که اصلا از روز قوای جسم نه تو من خستم میرم استراحت کنم باش از شب ببینی که به شما گفتن این رفت خودش خالی کنه محمد آقا باشو بریم خالی کن خودتو داداش خالی کن گریه نکن خودش خالی کن مرحوم حاجی خانم تحویلداری روی پرانتز کمالی همسر حاج آقا کمالی مادر بنده نبود ولی بیشتر از مادر بنده حقیر به گردن بنده حق داشت نه تنها به گردن بنده حقیر بلکه به گردن خیلی از بزرگوارانشون حق جمعش کنه دو تا صندلی بذار جلو آقای عاطف نژاد مادر واقعی بودن صبح مادر بودن زهرا مادر بودن مزین فرمودن خوش اومدیم من امروز چه شما رو داشتیم بله همین الان به من اعلام کردن که جناب آقای حاج آقا حاتف نژاد تشریف آوردن از بزرگان خیلی خوش اومدید صفا آوردین حاج آقا من سخنانم رو کوتاه میکنم با خوندن چند بیت شعر نابه هنگام سفر کردی و رفتی زبرم این عجب نیست که یک دم نروی از نظرم نه این خوب نیست قصد ما بود که با نه این خوب نیست قشنگه ها نابه هنگام سفر کرد چیزه دیگه خوب آها باورم نیست مادر رفتی و خاموش شدی ترک ما کردی و با خاک هماغوش شدی این که اصلا مرو پدره مرو پدر نیست چرا مالو پدره مالو پدره سنگ غم مثل سیاسته پدر مادر نداره که نه اصلا من این همین شعر روی سنگ قبر پدر رحیمپور دیدم خب پس اینو حتما خط بزن بعد میگن رو دست ما برداشتن آدم ناراحتی بود برو بعدی پدر باران است مادر خاک این برای قبر دو طبقه مناسبه ها نه سنگ قبر هاش خانم قرار مال خودشون باشه من از این سرپایی ها میخوام که بالا سر قبر میذارن اشراف داره حتی 100 سال دیگه ایشان حالا هر اصلا اینطوری خیلی هم بهتره اینطوری سایه شما بر سر هاش خانم شعر نو نمیخواد شعر آه نه 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 الان بورس ها یه سر برو قطعه هنرمندان نه نه گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است. دیگه اصلا شعر نو نیست که. ولی خیلی میبرن. خب بده اونا ببرن. برای من یه چیز تک بخون. بگرد پیدا کن. به روز سنگ اصل گرانیت می‌نویسی یا گرانیت برزیل. بله. شربتی از لب لالش نچشیدیم و برفت.
روی ماه پیکر او سیر ند. اینو رو قبر خوار مادر خودتم میندیسی؟ این معنی عرفانی داره، همین که میبینی نیست که. برو عزیزم عرفانی. خب یعنی چی؟ لب لعلو بابا، معنیش همین کلمه ای که میشنوی نیست که، منظور خدا پیغمبره. اصلا حاج آقا دوست نه عرفانی اینا دوست نداره، یه چیز دیگه بخون. ماشالله شما هم سختگیری. یا این چطوره؟ آن گنج نهان در دل خانه مادرم بود، هم نام بلندش سند معتبرم بود. نه این که اصلا مردونه است. چرا عزیزم سنگ قبل مگه توالت عمومی مردونه زنونه داشته باشه؟ تو کاری که تخصص نداری اینقدر نه نیار. نه این شعرش ماجرا داره، این سند بود. یه دور دیگه بخون. آن گنج نهان در دل خانه مادرم بود، هم نام بلندش سند معتبرم بود. خب فقط این هم همه شیه، هم نام بلند اصلا میزنیم آن نام بلندش. آره آن الان درست. نه که بنویس که نام بلندش، که نام بلندش که بهتره. آره راست میگی، که نام بلندش فکر کنم این است. بله اصلا درستش که نام بلندش بود. پایینش هم مینویسیم همساری فداکار مادری مهربان. بله حاجی خانم کمالی توی پرانتز تحویل داری. اسمشون؟ اسم ننویسین لطفا. تولد 1334، وفاتم که امسال. خب پس که تموم؟ بله. رحم الله من یقرا الفات همه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 7 روز گذشت. با این کمالی با داداشش کار کرد. کمالی بهش بگو عباس روغنی چه جور آدمی. محکم است. چیه همون داستان؟ یک هفته است بیچارم کرد. عرق مرق زدی خوبه؟ نه نه هر باد شکنه بگین تو این یه هفته خوردم ولی درست نشد. نمیدونم چی کار کنم. آقا شما قضا دوست شده، قضا خونگی لازم داری. بچه ها قضا درست میکنن ولی نمیدونم اون خدا بیامرز چی میزد تو قضاش که. خدا رحمتش کنه. خدا رحمت. ببین نگرفتی چی میگم. قضا آشپزیشونم آخه. قضا خونگی. ای بابا چی میگه؟ حالا فرصت زیاده. غذای بیرون هم این فست فوداش بده؟ همش که دیگه بد نیست. آقا رسول پس شما حالا غذا بیرونی؟ والا من دوگانه سوزم. اول یکی دو برس بیرون میزنم، بعد میام خونه اکرم خانم میچینه با هم دیگه میخوریم. اما با اکرم نگین و ناراحت میشنم بیرون. آقا رسول اشتهاش بازه. میگم رسول جان دو پرس میخوریم موتور نسوزیم. شما نگران نباش، خدا رو شکر چلی ستون و بدنم سالمه. سخت دیگه بداخره رسول چینم که بودیم قضای چینیم. من اعتقاد دارم هر چیزی به یه بار خوردنش میاد. چون میخنده بعد میگم مگه حسود خجالت بگی. حلال حرومش مهمه ها، دیدین که هر جا میرم کنسرو هم به خودم میبرم. فهمیدی که آقا رسول خود کرد. بابا
بسه آبجی بسه من خوبم دیگه اینقدر همه چون میریزین تو خودتون که خدای نکنه زبونم نالیه این بلایی سرتون میاد. خب عزیزم هر کی یه ژنی داره دیگه، ما اینجوری ما فکرمون کردیم شما برین یه حال هوای عوض کنید، روحیتونم عوض کنید. ببینین زری جون زری چی دیگه میگم نه نگی گوش کنی خواهش جون زری چیه؟ جون زری گفتی نه بگو حالا سفر چینتونو بده. بابا آقا جون نه نه یعنی آقا جون به خدا مامانم رو آنی شما تو این حال بمونید. آقا جون باید سرتونو با کار گرم کنید تا این دل داغ دیده تو تو این شرایط درست هم چی کاری؟ چه شرایطی؟ تو چهلم که دیگه کاری نیست، باقیش هم ما هستیم دیگه. باقیش هم نمایشگاه گوانجو شوخی نیست آقا جون. آقا جون تو رو اگه نرید برای کار خونه بودم بیا حسن برو دیگه ما داریم میریم، فقط یادت باشه زری رو خودت میبری دانشگاه، خودت هم برش میگردی، چشات هم درد نیست کنه، حواست باشه. ببخش نه اون دیگه بعد ان شاء الله عروسی بعد از چه حسن برو خدا حافظ. حسن تو پای هواپیمامون بل نمی‌کنه. یک جلبیه به قیافش نگاه نکن. آقا من قیافش که جلبتره. اینجا رو نگاه. این روزنامه رو میشه ما ببریم با خودمون. آقا نگی میگه ممنوعه. کی گفت؟ این مواظب باش، این مال منه. برو برو. چش. بله دارم کی. چش آقا چش. اینم سبد به من میدی. بیا بیا. من سبد تو بردارم. شکت قطار اشتباهی سوار شدیم، برگشت از بغل دستیون پرسید گوجه میره، یارو گفت شنزم، بعد فکر کنید چیکار کرد، پای ترمز قطار قطار رو کشید. بابا خب اشتباهی سوار شده بودیم دیگه، باید میشدم همجوری چیم چجوری میپرسید از یارو چیریو بردی گوجه میره میره شبه چیریو گوجه میره. پدر کامرانیان فوت شد بنده خدا. که؟ بله کامرانی استیل؟ بله. ای بابا سنی نداشت، یادم بنداز که مسجد بریم. حتما. لا 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 خدا رو شکر دوشنبه است، هوا سرد شده. چهار نیم تا شیشه. خدا رحمت کنه آج خانوما. بله دوز چقدر زیاد شده. اما آقای بود که قبرها رو ازش خریدیم، کلاهبردار از آب در اومد. قبرها شانو؟ بله بهش نمیومد پدر سخته، ملت دوست شدن. قبرها به یکی دیگه فروخته، الانم مدعی شده. مدعی که نمیتونه بشه، خدا رو شکر زن ما اول مرده، الانم جاشون زیر سفته، فلک هم نمیتونه تکونش بده. بله مدعی خدا رو شکر بشه. بله خدا رو شکر. میگم جا به جا که نمیتونن بکنن نه؟ برو جلو این رسولو بگیر. نه میگم اصلا جای بهتر پیدا کنن چی؟ برو جلو الان برو 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 بغل به بغلش وایسا گوگ بزن گوگ بزن. چیه؟ گوانجو گوانجو نخیر شنزم ببین میام ترمزتو میکشم ها. نه نه حسن آقا نو جنر برو 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 بگیره نو جنرتم رسول. چیه؟ آقاشون غذاشون چجوری بود اونجا؟ چی بگم والا هرچی از آب میگیرن میخورن، جلبک های ته آب هست، ستاره دریایی، چه میدونم دلجیگر دلفین، خودشون یه چیز جالب میگن.
میگن این توریستایی که میان اینجا شنا باید مراقب باشن ما یهو نگیریمشون شکارشون کنیم، چون اگه بگیرن میخورن دیگه، از آب گرفتن. اونا بگم مثلا آدم هایی که مثلا اونجا صبح چیز بگیرن. شما که نبودین یه اتفاق بدی افتاده. چی؟ اون قضیه قبر مامان. آه اون حسن بهم گفت اون چیزی نیست، نگران نباش. نه آخه حسن نگفته همه چی رو بهتون. علت تعلمات روحی نمیتونم درست صحبت کنم. آقا جمع کنید. چرا نگفتین زودتر بیام از اون خراب شده؟ بی غیرتا! آقا جون من قسم به شما ساکت! شما تشریف میبرید پزشکی قانونی، طول درمانتون رو میگیرین، بعدم برید دادسرا، اگه دوست دارید ازشون شکایت بکنید. بله ما از اونم شکایت داریم. تو شکایت میکنی؟ آقا جون رو تو برم. جناب سرگارد شاکی منم، در حق من ظلم شده. اون داستان کلاهبرداری پرونده دیگه است که ما الان بهش ورود نمیکنیم. الان شما زدی دماغ این آقا رو شکنید. ایشون به چه داره حمله کردن؟ بالاخره الان ایشون شاکیه. یا باید رضایت چه جلب کنی یا تشریف ببری زندان. چشم آقا من رضایت چه جلب میکنم، پولشو میدم. الان آقا بذار من مشکلمون یه چیز دیگه است، این وضعیت ما رو درست کن. چه وضعیتی؟ چه کار کنم مثلا؟ چه میدونم، نمیشه بگی نبش قبل کنن دستور بدین. بنده هر چقدر هزینه‌اش بشه میدم. شما فکر کن نبش قبل همینجوری الکیه. حکم دادگاه میخواد آقا. جناب سرگرد من از خدا میخوام نعش زنش از قبر پسر من برداره ببره. نعش؟ آقا جون تو رو دفع جهنده تو بفرم بشین. برگ گل باک آقا بشین. بفهمید چی میگه؟ سرباز همش دارم تهدید میکنم. این آقا رو بندازش بازداشتگاه. نه آقا بیشورا. آقا جون یه بار دیگه نظم اینجا رو با هم بزنید، همه تون بازداشتگاه. یعنی چی؟ ماجرای قبل به ما مربوط نمیشه، پس بهش ورود نمی کنیم. سند دارید، مدرک دارید، برید دادگاه پیشو بگیرید. یه دعوا کتککاری واسه چیه؟ زشته واسه شما. زشت اینه که الان مرده اینا تو قبل جای من خوابیده. این زشته. دروغ میگی. دروغ میگی و زهر ما اینجا واسه دیگه برای چی؟ برو بیرون. ببخشید. جناب سرگرد انقدر اینا بد به ما حمله کردن که خاله من بیچاره الان از ترس بردنش درمونگا افتاد قش کرد. اجازه بدین جناب سرگرد. پدر من اصلا تو حال خودش نبود. اصلا جریانو که فهمید ماشینو ترمز نکرده بودیم. هنوز خودشو پارک از ماشین میره. هرچند من می‌خواستم برای جور صحبت اساسی از اول من اصلا بهشون گفتم آقا این قضیه رو با آقا جون بگیم. قال قضیه رو بگیم تمومشو بره به کارش. برید همه میشناسن. کم آدمی نیست آقا جون من واسه خودش. ببخشید شما فکر کردی پدر من کم آدمیه؟ منم از صاحب منصبان ارشد وزارت راه هم به خوبی منو میشناسن. آقای مهندس منظور ایشون اینه که آقای کمالی آدم محترمی هم هستن. خیلی هم ممنون. ما قشنگ الان معنی محترم رو فهمیدیم. من یه محترمی نشونه تو بدم. نباش داره چی میگی؟ میبینی به آقا جونم داره چی میگه؟ ببین تو یه بار دیگه زره مفت بزنی اینه ها. بفرمایید. ملاحظه بفرمایید. ادبیاتشون رو با یک سنه داغ 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 دارم فهمیدم. قربان من خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که من شما حق داشتین. واقعا کار اشتباهی کردم. از همه معذرت میخوام. و پای اشتباه من وای میستم. فقط یه سوال داشتم از خدمتتون. بفرم. قربان ما تا این حرومزاده مادر مرده رو پیداش کنیم و تحویل مقامات ذی‌صلاح بدیم و حالا دادگاه و این مسئله که باید اتفاق بیفته، من فکر میکنم حداقل یه 3-4 هفته باید درگیر باشیم. حداقل
پس بعد حالا توی این 3-4 هفته خانم بنده باید زیر خاک توی همون وضعیت بمونه تو شرایطی که الان داره. بله. نه دیگه نه، این وضعیت درست نیست آقا، این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. این چه شرایطی آخه بفهمین؟ چرا ببخشید شما اصلا انگار متوجه نمیشید اینا جفتشون فوت کردن، هم همسر شما هم همسر من فوت کردن. دیگه فوت شدن. بیغیرتی تا چه حد، لاوبالیگری تا کجا؟ شما یه چیزی بگین جناب سرگرد، ما داریم کجا میریم؟ بیراهه آقا جون، بیراهه. شوهرش دو روز فوت شده. رنگم کرده آقا جون. آقا شما خودتو کنترل کن، کار باید روالش ته بشه. دست بردار عزیز من، روال چیه؟ پای ناموس وسط ناموس. آقا جون اصلا میفهمن ناموس یعنی چی؟ آقا اینا هنگ بی ناموسی هم به ما میزنن، بریمیسیم بریم دادسرا. شما خودتون اذیت نکنید. ببخشید خانواده با ناموس محترم، مگه ما از شما دعوت کرده بودیم بیاین زنتون رو بذارید تو قبر همسر من؟ کاری ندارم، کاری ندارم، برید بشینید. برو بشین. ببخشید شما قبر رو چند خریدین؟ به شما چه ربطی داره؟ اشکال نداره، اون دسته چه که منو بده، من دو برابرشو مینویسم، اون جنازتون از اون قبر بکشین بیرون ببرید. آقا شما انگار متوجه نیستی. من پسرم از اونجا تکون نمیدم، پولو تو برو خواهم میکشی، بی اخلاق. خدا رو شکر که ما به پول امثال شما نیازی نداریم. ببخشید امثال شما یعنی چی؟ امثال شما تازه به دوران رسیده ها. این داره حرف مفت میزنه ها. محترم تری تو هم بازی بکن، خیلی داره قدقد میکنی. یه جوری میزنمت از چهار تا چشت اشک بریزی این دفعه ها. نمیتونم، خب یه دلیلی داره. جناب سرگرد اینا رو ببینید، یک ساعت فقط تحقیر، فقط توهین. بابا خب نمیتونم. یه چرا نمیتونی اش بریزی؟ خب لیزی کردم، نمیتونم اش بریزم، بهانه در آورده. جناب سرگرد من از شکایتم صرف نظر نمیکنم، بنویسین بریم دادسرا. بنویسین آقا، صرف نظر نکنید. بفرمایید بفرمایید بیرون تا صداتون کنم. توهینی هم که کردم از نظر بیرون. گیریش دیوونه های افتاد. دو قرطوده بشن باقیه تازه. سلام پلیس حافظ ناموس مردم. من میگه شما خودتون ناراحت نکنید. چیه؟ زهر مار. آقا جون یکم تو رو خود از این هرستا نگه دار، سر اونو خالی کن. بسن بسته چیه قبلی بردخت بگه نگران نباشید حاج آقا، ماشاءالله با آشنایی که شما دارین بزرگتر از این مشکلات هم حل میکنین که دیگه چیزی نیست. چیزی نیست؟ این چیزی نیست الان این وضعیت. این که افتضاح واقعا. نه منظورم این که آشنای شما خب خیلی مشکلات بزرگتری که اینم الان خیلی مشکل بزرگیه، یعنی برای من که به شخص واقعا بزرگترین با عکس مرد است. آخی کشلش چقدر جوان بوده. بفرمایید جون. بفرمایید. سلام علیکم. دوباره ما این ببخشید. اسلام دست و پای من نبسته بود ویدیو حساب چیکار کنم؟ هم میزنم هم زندوی انشاء. من الان چی گفتم بهت؟ میگی انقدر بغل گوش من تو؟ ای بابا من میخوام همه چی کنم. تو اصلا برای چی اینجایی؟ یالا برو خونه. چرا به من گیر میدی؟ آقا جون آقا جون آقا جون من اصلا به چیزام حواسش نیستا. کرم از خودته. ای تو دیگه هم خیلی داری با من بد رفتار میکنی. کی من؟ بله. کی؟ همون شب دفن مامان. زری خانم ببخشید انقلاب شده. حرف نمیزنیم. حرفی داشتی به من اشاره میکنی من میگم. باشه باشه. ردیفی؟ قبوله قبول. آروم. با توجه به اصرار شاکی بر تعقیب موکل جناب عالی، من آقازاده رو میفرستم پزشکی قانونی جهت بررسی آثار ضرب و شتم.
آقا کمالی موکل بنده از تمام رفتار و ناشایستی که تا الان انجام دادن پشیمونم. فقط میگن ما و جناب محتشم الان تو یه جبهه هستیم. ما الان نباید علی هم دیگه اقدام بکنیم. ما باید دست به دست هم دیگه بدیم و اون فروشنده کلاهبردار قبر پیدا بکنیم و علیهش قانونا اقدام بکنیم. نه آقا بی خود میگن، من از هیچ کس شکایتی ندارم، ضرر و زیان این خانواده رام تا آخر میدم، اصلا هر جایی که دوست داشته باشن، هر قبری، هر تعداد طبقاتی، یا نه ما قبر رو اصلا واگذار میکنیم، واگذار میکنیم. شما میخوای قبر رو واگذار کنیم مختاری، ولی من از اطلاعاتتون باید عرض کنم کسی حق نداره به اون جنازه دست بزنه. حاج آقا ما قبر رو واگذار کردیم، جنازه زنمون که دیگه مال خودمونه. نبش قبر قانون داره، تا صدور حکم قطعی دادگاه کسی حق نداره به اون جنازه دست بزنه. باشه ما نشستیم، صادر کنید. این موکل شما انگاه حالش خوب نیست ها؟ بله بله اجازه بدید. کمال جان اینجا دادسر از دادگاه جای دیگه است. بله حالمون خوب نیست. اتفاقا آقای محتشم پرونده اون شکایتم تو همین شعبه مطرح کردم. همین پریروز کیفرخواست فرستادیم دادگاه. دستتون درد نکنه. جدیداً کار مردم خوب راه میندازه. این دقیقاً قربان کی باید بیایم ما دادگاه؟ دقیق مشخص نیست، حدوداً دو ماه دیگه. گفت دو ماه. من نمیذارم میدم اینجا رو روزرتون خراب کنم. آقا کمالی بلند شو ببینم واسه سند گذاشتم. بکش این مهتابی رو عوض کنیم، روانی شدی شاد میشه با هرچی شاد بشه. خوب گوش کنین بهتون چی میگم. از این ماجرا هیچ کس نباید بویی ببره، فهمیدین؟ احدی نباید بفهمه تا من این گندکاری رو راست ریز کنم. بفهمید آقا جون. بابا بذار حرفمو بذارم. بفهم قرمه سبزی یه خب رو باشه بذار بشین گوش کن ببین چی میگم. آبرویسیت مادرتون وسطه، به عمتونم میگی که این برور نشینه یه حرف بزن، فهمیدی؟ زنگ بزن بگو که آه آه آقاشون به خدا سبزیش تازه از خودم خریدم. ما قرمه سبزی خوردیم ها، بخور این چیه آخه. از کی میپرسین آقا جون؟ حسن آقا که هرچی شما بگی تایید میکنه. خدا این یه خورده؟ نه این من تخصص ندارم خیلی تو قرمه سبزی. تخصص نمیخواد، آشغال درست کرده. این چیه؟ خوشمزه است، این حتما کامتون تلخه آقا جون. چی؟ آقا جون ما رو قرصاتونه. نمیدونم نمیدونم، شاید هم از قرص هست. چادر بزرگه بود خریدیم با هم بریم مسافرت. چقدر زیر میزنه؟ میگم نیم ساعت دیگه میام. چنونه براشه خوشمزه این نوشه جا. از تو فریزه در بیاری بذاری روی توست. اه 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 چیکار میکنی اونجا؟ آقا آه منو نگاه. تو چیکار میداری خونه مردم رو دید میزنی؟ من؟ مأمور برقم. یک مأمور برقی نشونه دادم بای سهمشو. آقا چته؟ مردی که ای چه شدید یا پایین یا پایین میلم بیا پایین میام لیت میکنم ها. پر رو پر رو همین دیده رو نگاه میکنه نفهم. بیا پایین. چه خبره؟ چرا داد میزنی؟ چی رو دید میزنم؟ اینجا که اصلا خونه نیست. نه این خونمه. دوربین داری؟ با دوربین دید میزنی؟ یه عجب آدم دیوونه افتادی با دوربین دید میزنی عوضی دهت میکنم. بایسا بایی نمیستم. بایسا 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 هیزه عوضی میگم بایسا بلندتر شو
وایسا. گفتم تو سالاد روغن زیتون بودار بریزم. میدونستم شما اینجوری بیشتر دوست دارید. همه چی خوب آقا محتشم؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد. فقط دوستشم قرمه سبزی داشتی. قرمه سبزی. اینو خودم درست کردم. سبزیشم از همین باغ چیدم. تو فوق‌العاده‌ای. حاج خانم. نوشه جان. سلام آقا جون. بفرمایید این چای تازه دمه. هل فقط یادم نبود کجاست. اینم پنیر کمچر و اونم کیک. آقا جون من میگم امروز بهترین روزم است. من ماشینو ببرم سرویس. آره. چون شما که کاری نداریم بشینید خونه استراحت. آره. جان خمیره. این آقا جون از همونجا گرفته که همیشه میگرفته. من میگم امروزه رو بمونید تو خونه یکم استراحت کنید. هی این اعصاب خودتون رو خورد نکنید. میشه خورد. تو خودت برم خونم میرم دیگه. ها؟ نه خمیره. ببینید یه امروزو بمونید. سر خاک مامانم نمیخواد برید. خب هر روز رفتنش هم اصلا افراط و تفریط. شما همیشه خودتون میگین افراط و تفریط نباشه دیگه. خب ها خوش میدیم بس زنگ بزنم مهین الان بیا. قربونتون بشم. امروز اصلا میرم استراحت. نه اصلا میگم نهار از بیرون بیا. خوش بریم. آقا جون رسیدیم. بابا توی این مجتمع غذایی پل رومی هست اونجا کار میکنه. بله آفرین. اسمش اوهدی. افتخاری ببخشید. افتخاری. بله این میشه معاون اجرایی مجتمع. معاون اجرایی. من دارم همونو میگیرم. گوچی گو آجاقا. سلام علیکم آجاقا. معاون ارجا. بله آجاقا شنیدین؟ بله بله همونو اجرایی. آنه این کارشون اینه که پرونده ها رو تخص میکنن بین قاضی ببخش بین قاضی ها پخش میکنن. نه چیزی خاصی نمیگن. اگه بشه که حاج آقا ما میخوایم پرونده همون خدیه خورده میخوایم پرونده بیفته جلو. نه همین روند پرونده جلو بیفته دیگه برای ما کار اینجا نیاد. آقا بله بله آج آقا میتونید قبل از سفر چینتون این کار ما رو را بندازین. من هر چقدر پولش بشه در خدمت هستم. مزایقه نخوام. معذرت میخوام پشت تلفن نباید میگفتم ولی گفتم دیگه. به هر حال هست. ان شاء الله ما جبران کنیم آج آقا. قربون شما. قربون شما. خداحافظ.
میگم یه حال کلوفت هست یا نه؟ با کلوفته، با این آقازاده ماغزاده ها دارن میسازن شمال. محمود آباد بود رون تپه ویلا سفیده. ها این شیرونه امروزو؟ خب یکی میگفتن مال پسره؟ نه نه اون مال ایناست، اونا تو یه کار دیگه. آقا جون یا نه؟ بیاد کی؟ هم پسر سن آجا با بیاد تو؟ بیاد بیاد. سلام علیکم. سلام، چه خبر؟ خبر خیر، سلامتی شما خوبی؟ والله حاج آقا بربور خیلی سلام رسوندن، فرمودن که این چک 28م نقد نشد. خیلی خیلی کردن ولی گفتن نقد نشد. امروز چندومه؟ 29م. چی شده؟ چکاتون که دست من نیست که، کشوه. دست چک رو بیار. پس این کجا بود؟ خب تو کشو بود، تو کشو برداشت. از طرف من از آقای بوربور معذرت خواهی کن. چند وقته ماجرای ما پیچیده. تعلمات روحی و اینه. اصلا خود حاج آقا بوربور همیشه میگن تو این راسته هیچ کی حساب کتابش تر و تمیزتر از حاج آقا کمالی نیست. بفرمایید. از شما درد نکنه. ده حق هم داشتین با این مشکلاتی که پیش اومد. با عزت. وایسا بیا. کدوم مشکلات؟ همین تعامل روحی خانومتون دیگه. همین فوت خانومتون. آقا شما هم حساس شدی، ولش کن، بیخیال. بفرمو شما، بفرم. وایزت بیان جا. منظور چی بود از مشکلات؟ هیچی. ببخشید آقا من حساب کتابا مونده، باید بگیرش نظر در بره. ولش کن جمالی، ولش کن میگم. نکن با منظوری نداشتم من که. ماجرا رو میدونی؟ میدونی؟ بله میدونی. همه میدونن، همین راسته شما همه میدونن. تو از کی شنیدی؟ از این حسابدار آقای زنگنه. حسابدار آقای زنگنه خودش از این نونوایی سنگکی سر شنیده بود، اون خودش از این الکتریکی شنیده. حالا هر کی. برم آقا. بره آقا، گناه داره، بذار بره. آقا طوری نشد که، بی خیال ولش کن، فهمیدن که فهمیدن. چیکار می‌کنی جمالی؟ خب اینکه 100 درجه آبروزیش بیشتر مرد حسابی. آبروم اگه بابا شما رو چی می‌خواد بزنی؟ آخ لو داده. خب اینا مرد حسابی. تو اینو یادت رفته همین الانش هم با سند بیرونی. این دفعه دیگه بزن راه بندازی کار سندمند و حرفا نیستا. حداقل دو سه ماه حبس تعزیری رو شاخته. حالا بفهم راسته بازار همه رو بگیر بزن، بفهم. اصلا بدین من خودم. شما ساکن استیل رفت واقعا. جمالی یه دقیقه وایسا، یه دقیقه. قربونت برم عزیزم، دندون رو جگر بذار من حلش میکنم. خب یارو کلوفته هم که گفت دادگار میندازی جلو. آقا جون بیا بیا. کتک کاری به خدا قسمش درد زبانم میکنه. اینا بگی اینا برای اعصابت خیلی خوبه. فقط با آب زیاد دیگه. نه کتک کاری. دوست این گیر ساعت حرف زدم. اعصاب آروم میکنه. آیا اعصاب آروم میکنه. حسن جون بابا من یه چند روز مغازه نمیام. هر کی پرسید بگو رفته سفر. خب اون داستانم هر کی پرسید میگی که من داستان کنم. داستان اصلا داستان من نمیدونم. داستانی نداشت. نه نمیدونم. مردم چششون به دهنش، عقلشون به چششونه. هر چیشون به هر چی ول کن. زری آب آب. چی شد آقا جون؟ چی شد؟ ترسیدم. یه لندهو رو گذاشتن تو قبر من. این شد. ببین آشغال خودت میتونی بخوری؟
اینجا کجاست؟ درسته؟ بماند اینجا یه خود اندازش فرق. من راضی نیستم آقا کمالی. از چی؟ راضی نیستم که شما خودتون رو اینقدر بابت مسئله قبل اذیت میکنی. دخترامون رو اذیت میکنی. یکم صبور باش آقا کمالی. بذار منم اینجا در آرامش باشم. راستش میخوام 100 سال سیاه در آرامش نباشی. چرا آقا کمالی؟ تو کار زنده ها دخالت نکن، به شما ربطی نداره. چطور به من ربطی نداره؟ قبر من، جنازه منه. چیه؟ نکنه این بر داره بهت خوش میگذره؟ بدون تو هیچ جا خوش نمیگذره آقا کمالی. نه نه، اینجا با محتشم مثل این که جاد راحته. بله. مرز آبغوره، خجالت نمیکشی؟ آبرو بر من نذاشتی آخه. بله برو برو، از اون تو درت میارم، فهمیدی؟ چیه؟ بفرمایید بفرمایید، تماشا داره، برو. یا الله خسته نباشی. حاج آقا نیست؟ سلام علیکم. سلام حاجی، کجاست؟ شما تشریف داشته باشین، خدمت میرسم. بوی را انداختی دوستا. میگی زود بیا؟ از سایه. باید شرایط جا به جا کردن میت به قاضی احراز بشه. تا اون زمان جا به جا کردن میت جایز نیست. یعنی شما میگید باید منتظر حکم دادگاه بشیم؟ بله. حاجی شما وضعیت من رو خوب نفهمیدین. ببین حاج آقا، بنده دقیقا متوجه شدم. یک حاج آقایی اشتباهاً در قبر جناب عالی دفن شده که قبلا همسرش دیگه شما... ادامه ندین. خب شما که وضعیت رو فهمیدین، این وضعیت خوبه؟ این الان بد نیست؟ یک چنین وضعیتی قابل تحقیق و بررسی. تحقیق و بررسی نمیخواد، بچه 5 ساله هم میفهمه. این منکراتیه وضعیت. شما اینو از کجا آوردید؟ ای بابا، میذارم به پای غیرتمندی شما، منتها در این مورد خاص شما بیش از حد دارید غیرت به خرج. دیگه غیرت بیش از حد و کم از حد نداره دیگه. غیرت یا داری یا نداری، که من دارم. احسنت، بنده عرضم همینه که شما غیرتت رو جای درست خرج کن، نه جسارتا در ارتباط با یه کال بوده بی جان. نفرمایین حاج آقا، کال بوده بی جان چیه؟ زنمه بابا، حلقش دستمه. من اختیارشو دارم یا ندارم؟ اینو جواب بدین. اختیارش رو که دارید، اما محض اطلاعتون باید بگم که حاج خانم فلواقع دیگه همسر شما نیستن. برو بابا، هست. بعد از فوت هر یک از زوجین، عقد نکاح به خودی خود باطله. خب یعنی اگر اینطور نبود که هیچ زنی نمیتونست بعد از فوت همسرش ازدواج کنه. آره آره آفرین، درسته. این خوبه آقا، الان یعنی شرعی حل شد. اون بر انشالله دیگه اون دنیا مشکلی نداریم. فقط این برای چیکار کنیم؟ مردم مثل شما دقت ندارن حاج آقا. الان هر کی میخواد حاج خانم رو صدا بزنه میگه حاج خانم کمالی. به کمالی منه، این زن منه، اینو چیکارش کنیم؟ اینو میتونی براش یه راهی پیدا کنی؟ به هر حال برای شما که انسان مؤمن و ظاهرا پابند به شریعت هستی، بدون که از نظر شرع مشکلی نیست. خلاص. شرعی رو گفتی، اون یکی چه؟ بقیه هر حرفی میزنن برای خودشون میزنن. شما برو به کار و زندگیت برس. دادگاه انشاءالله مسئله رو به خوبی و خوشی حل میکنه. دیگه باید برم مسجد برای نماز. با اجازه. حاج آقا، حاج آقا، این از نماز واجب تر نیست؟ ببخشید. بفهم. حاج آقا یه لحظه، یه لحظه میخواستم کمک کنم. خدا خیرتون. خواهش میکنم، صندوق دارین دیگه حاج آقا؟ به شما مناسبه. دیگه جاشو شما پیدا کنین. ایتا، محرومین، یه لحظه بایسین، بوسین ارزگوین، هر چی صلاحه. چقدر نیستن؟ در ازاش؟ نه دیگه در ازاش چی نمیخوا. بفرمایید. نمیشه نه. شما نمیفرمایید. حاج آقا. حاج آقا عنایت فرمودین، من همیشه خمس و زکاتمو دادم، کفارمو همیشه به جا دادم. این انصاف نیست این بلا سر من بیاد. خواهش میکنم، نمیشه یه فتوا مخصوص من بدین؟ شرایطم خاصه، میشه؟ شما با موتورین؟ خدا هممونو به راه راست بشه. حاج آقا
یه لحظه صبر کن. من هر لحظه که اون مردی که تو اون قبره برای من داره مثل یه سال میگذره. حاج آقا بس فیلم بازی نکن، کار مردم رو میندازی. چیه؟ مادم فاتحه بخونم. دوباره قاطی نکنینا. سال روی تازه گذشتگان فاتحه همه از سره بادم از سره محمد خاله محمد. چیه؟ نمیتونم گریه کنم، نمیتونم. سلامت بر شما نبود آقا مهندس، جاتم اینجا نیست، انشالله تو اسفل صافلی. عرض کنم خانم در مورد این داستان ما. خواهش میکنم در اون مورد دادگاه. خواستم عذرخواهی کنم، ببخشید دیگه اوضاع خوبی ندارم، چاله چوله هم زیاد شدن، چند وقتیه دارم قرص میخورم. ایشاله که خوب میشی. انشالله انشالله. به هر حال ببخشید دیگه، برادر شوهرتونم زدم. راستش اون یکی رو خیلی خوب کاری کردی، از اون بچه پر رو است. چطور؟ حالا پلوستون شکسته بود خانم، دادم درستش کن. مالو خودم هم دادم بشونم. اینا بچه های با انصافی هن، هر وقت کار ماشین داشتین بیاین اینجا، من سفارشتون کردم. اینجا مال یکی از رفقاست، اون پشت ده دهنه مغازه داره، هر کنون خدا تو من سرقفلیشه. ولی چه فایده خانم؟ پسرش ناباب شده، رفته خارج از کشور زندگی میکنه، با چه مکافاتی؟ این کشورهای اروپایی دست شما درد نکنه. شما نبات ندارین؟ برای من بیارین، یه دونه شیرین شکلاتی هم برای خانم. از این رژیمیاش میگم بیارین.
خوشمزه است شما بخوریم. من فهم میکنم فقط کتککاری بلدی. خواهش میکنم. ولی واقعا جدی میگم، چون نسبت سن و سالتون خیلی هایپر هستین. ولی این فکر میکنم اینجوری هم به خاطر اینه که جوانیم بوکس کار میکرده. بوکس؟ بله، 2 سال تو آموزشگاه کشور نفر اول بود. خروس بس. خروس جنگی که؟ خروس بس، سبک بس. اینجوری نبودم، دست شما درد نه. دست شما درد نه. ببخشید. میگم شاید یه کنجکاوی علکی باشه، ولی خیلی دوست دارم اگه عکس خانمتون رو تو گوشیتون داریم ببینم. اجازه بدین. بله، این از دوره ولی بد نیست. پیش آدم ببخشید. شما خوب موندین یا ایشون ازتون بزرگتر بودن؟ نه، این چون از دوره میخوایم براتون بزرگش کنم. خودم میتونم. خب خدا رحمتشون کنه. ببخشید. حالا منم یه چیزی بهتون بگم خیالتون راحت شه. شوهر منم برخلاف عکسش زنده هم که بود، بیچاره انقدر سرش تو کارش بود اصلا حوصله نداشت من رو نگاه کنه. خدا رو شکر، چون عکسشون که خدا رحمتشون. خیلی عجیبه. به نظرم این چیزا هیچ کدوم بی حکمت نیست. کی فکر میکرد من و شما یه روز بشینیم تو کافی شاپ و با هم چیز میز بخوریم؟ تازه اینقدر شکلاتش خوشمزه بود من کلن رژیممو شکستم. عرض کردم خدمت. من هنوز اسم شما رو نمیدونم. خب من هنوز اسممو بهتون نگفتم. حالا هرچی، تکیه بده یه عکس ازت بگیرم. نه برای چی؟ تکیه بده اون برو نگاه کن. اون برو خب ثابت باشی. خوبه، اینو ببین. برون ببینم چته؟ بابا کفیه کجا میبری؟ رسول. بله. با این زنه دولا پهنه حساب میکنی یا؟ چشم بابا. بابا آدم اینقدر عقده ای، اینقدر عوضی. چی میگی تو؟ میگم تو یه مفیکه یه پست روانی هست. درست صحبت کن، درست صحبت کن خانم. دیوونه. خب برو به خودتو دکتر نشو بده. زنجیری ها میرن دکتر. اگه اون شوهر تو رو من گور به گورش نکردم. تو غلط میکنی گور به گورش کنی. من اگه به همه نگفتم تو امروز چه پیشنهاد زشتی به من دادی. اگه بیا برو دکتر کاری میکنم به خاطر آبرومه، وگرنه یه تار موی گندیده این خدا بیامرد و با 100 تا امثال تو لیزر عوض میکنم. الهی که اون زنت انقدر زیر قبر چهارم بمونه تو بگو. حتی دهنتو بخورم. سیگارتو بنداز. بنداز. دیوونه. بیشوش. پرویز. بلند شو بیا دادگاه. همون مجتمع الهیه. بیا اونجا، بیا میخوام از دربونش رشوه بدم تا اون بالا. بیا وگرنه یه گندی میزنم که چه خبرته؟ بایسته بینم بابا اینجوری حرف میزنیم بکشم. خواست کنیم برم. خسته نباشی. خوبی بهتری؟ چرا به بچه ها گفتی بیان؟ خودی به بچه ها که نمیشد نخوابی. دورو برم شلوغ میشه. میگم تو چی گفتی به این زنو؟ گفتم من مرخص کنیم. پرستار نمیگم، زن محتشم. آه چی چیه؟ میگم درست صحبت کن ببینم چی گفتی. من الان داشتم باش صحبت میکردم. حالا گفتم که گفتم. گفتی که گفتی؟ به خدا قسم شانس آوردی سکته کردی آوردنت بیمارستان. والله یه شهر دیگه شده بود. ولی فهمید آی سی یو یه خورده آروم گرفت. آخه میگم داشت خودش جر میداد. برو باباش.
عاشق شدی؟ من به خودشم گفتم یه تار موی گندیده زنم و باید 100 تا همسال اون عوض نمیکنه. پس برای چی چی رفتی سراغش؟ ها؟ بگذار زن سیغه این کسی رو ول کن. به خودم میگفتی زن خواست. پس چه مرگت بود؟ میگم چه مرگت بود پس؟ رسمن دیوانه کمالی. آدم اینجوری تلافی میکنه؟ آدم قرمه سبزیه. نوشه جونت آقا محتشم. محتشم؟ ببینم کن غذا تو بخور دیگه. من کو خاک بر سرم. اون مرده که سر تیر چراغ برق. اوی تو خودت خوار مادر نداری؟ تو داری خونه منو دید میزنی پدر سوخته؟ این که خونه منه، این زن منه. مصرف بی رویه، کار خیلی رویه، کار خیلی بدیه. مصرف بی رویه، مصرف بی رویه، کار خیلی بدیه. آج خانم، آج خانم، بایسته. بازم که افتادی؟ بله آقا، ببخشید ای مزاحم شما میشیم. بمیرم الهی، این پسر اتاق بغلی هم یه الان نشیمی دربانی آورده. وای بابا اصلا داغون شده بود، باید میدیدینش. شده بود یه مش پوست و گوشت و استخون. داداش بدبختی یعنی این؟ آره واقعا. وگرنه تو هزار الله اکبر، اگه خودت خودتو اذیت نکنی همه چیت رو به راهه. کار خوب داری، احترام داری، آبرو داری، بابا دوتا دختر مثل دسته گل داری. نه این کو پایینه. آقا جون جایینه خیلی عصبی شده، با پایین با حراست درگیر شد، باید مدیریت نزاش بیاد. از من بدتر شده. آقا تو رو خدا انقصدر هیچ و پوچ اعصاب خودتون رو داغون نکنم. ببینید خودتون به چه روزی انداختین؟ این چی بود میگفتن توشه؟ مو مو چی آجی؟ چی؟ حکمت. حکمت لابودی حکمتی توشه آجی. حکمت آره. به نظر من همه این اتفاقات تست روزگاره. تست تست امتحان الهی. امتحان الهی. ولی خدایش امتحان سخته. بعد میگم مگه داریم حرف میزنیم؟ ولی خدای نکرده زبونم لال هفت قرآن بمیون، اگه این اتفاق بر خودم میافتاد چیکار میکردیم؟ این چیز هست، بعضی وقتا دیدین یه چیزی میاد تو ذهن آدم، صبح تا شب ولکن نیست، همینجور برد زبون آدم میشه. یه آهنگی افتاده از صبح، این مصرف بی رویه هست. بله من خیلی اینجوری میشم آقا جون. بله منم خیلی اینجوری میشم. مصرف بی رویه، این شعر اداره برق دیگه. مصرف بی رویه، کار خیلی بدی. مصرف بی رویه، اینا مال ضمیر ناخودآگاه آدم هست. احتمالا یه جایی تو فکرتون یه چراغی رو روشن کنید. لامپه که تو جیم روشن کرد. به به بزنی و بخونی و الحمدلله حالت هم انگار بهتره. خوبم. تاریخش معلوم شد. کی؟ والا همه وقتا بالاش سه ماه بود، ولی سفارشی کلوفتو خوب جواب داد. مال ما شد 45 روز دیگه. 45 روز که خیلی خوبه که 45 روز. من اصلا فکر نمی‌کردم 45 روز بشه. منم اصلا فکر نمی‌کردم 45 روز. خیلی خوب شد. معلومه خیلی گردن کلوفت بوده آقا. خدا تو مجتمع یه وقت زیر سه ماهم ندادن، امروز کلی دوندگی کردن. آره داداش تا چشم به هم بذاری تموم شده. بله چیزی نیست. یه ماه نیم. 45 روز دیگه. 45 روز. آقا جون تو رو خدا عصبانی نشین. دکتر گفته اگه دکتر غلط کرده. حسن برو دکتر خبر کن. نمیکشم تلفن زنم اون زیر بمونه. بابا کمالی جان ول کن دست خدا. زنم. بابا زنت تو فوت شده دیگه، زنت نیست. اینو بفهم. کاغذ بده. کاغذ بده نیست. مدرک. چی شد؟ بهتره.
ولی تصمیمش برای طلاق مادرتون جدی. ای با آقای دکتر، ما مادرمو فوت کرده. بله در جریان هستم. آقای دکتر میگم نکنه دیوانه شده. به هر صورت شرایط مساعدی نداره، جسمی و روحی. سلام. سلام. نباید تو فشار روحی قرار بگیری، براش خطرناک. خوب هر چی میخواد بهش بدی. ببخشید. ممنون. طلاق دهنده شما این؟ مطمئن؟ طلاق دهنده اول انگوش بزن بعد امضا کن. نه با اون انگوش. خودکار بگیر امضا. فاطمه همه از صلوات الله محمد. امشب عرق میکنی فردا خوب خوبی. یکی دیگه بخور دیگه، بخور تا تای قاشق بخور. میخوای بیای بالاتر؟ ما با همسری فداکار و مادری مهربان. آه. خب آقا درسته، اون همسری فداکارشو بردار مادری مهربان بمونه دیگه. کمالی چی هست؟ کارش کمالی. کمالی هم گفتم برداره دیگه. کمالی هم بعد بردار. یعنی اسم شما رو بردار. بله آقا بردار. چیکار داری؟ اینو بردار. تحویل داری میاد جای کمالی. این میاد بالا، این پرانتزش هم برداشته میشه تموم. بابا ترکیبش به هم میخوره به این خوشگلی. کجا ترکیبش به هم میخوره؟ شما داری حرفی میزنی؟ بیا. چیکار داری میکنی؟ بردش شور ترکیبش رو ببرم. بیا این به هم خورد. این میاد اونجا. خلاص دیگه. بیا. فقط 10 روز دیگه 40مه. یه خوره دست بجن برو نمی دیگه. همین دقیقه بیتو تر اما نگی اینا جای نیشون هنی برمان آقا نگی نگی رسول جان نگی میخوام این چیز بگم. ببین کمالی جان خانم من یه دوستی داره. همون نزن نمک نزن این سم ببری قلبه میگم. عادت کردم بازای نفع بدم خدایش بهتره. هم داره اتفاقا چیزی که میخوام بگم به نفع کمالی هم ربط داره. ببین رفتم دکتر میگه نفعت مال اعصابه. باورتون میشه؟ چرا نمیشه؟ به خدا آدم این ماشین میمونه بادش هم به اعصابش رفت. نمیخوری اونا؟ نه میخوام. قضا بیرون دوست داره رسول در ما بیا برو من خواهی نمیدونم نمیدونم چی نخوری میکرد اونگا. ببین رسول جان یه لحظه ساکه چی داره میگی تو؟ بابا ما مردای تیش به همدم داریم یکی داریم شما مکسی این سراغ داری؟ آره دیگه دو ست میخوام همین بفرمو بگو. بابا خانم من یه دوستی داره. خب من صحبتای اولی هم باش کردم، خیلی مناسب شماست. اگه اوکی بدیم همینجا باش تماس میگیرم. من میگم زری رو رد کنم بعدم برسیم به این کار. خدایی این بچه ها چی میخوانند جون ما؟ بعد وقتی ها والا ابی جون نیشابه داری میاری دو تا بندری هم برای ما بزن. آقای قورباغه های محترم داشته باشه هم مایسی های کوچولو اومد. آقا شیرجه زدن تو این قسمت ممنوعه. همینجا من معذرت میخوام. شو تو جیب کوچه‌ش شنا می‌کردم تو جایی ندید. من معذرت. به خاطر سلامتی خودت میگم. من معذرت میخوام. رسول زشته. رسول جیجه. بیا آب بزنم. آره. آقا نخو. آقا نخو. میگفتم خدمتتون. من داشتم صحبت می‌کردم شما چیز نگفتید. آلزایمر اومده سراغت. خدا کنه بابا من پدر خانمم آخر عمری طفلی آلزایمر گرفته بود اصلا هیچ یادش نبود. باور کنید عجیب غریب اصلا خدا وکیل خوب شد کمالی خودمون شدی دوباره. خیلی نگرانت بودیم باشد. در هر حال دیگه یه امتحان الهی بود که فکر کنم قبول شد. نه خوب از آقا از قدیم گفتن ماهی ها هر وقت از آقا نکن رسول نکن نکن این شما باز خودتون رو خیلی خسته کردین آقا جون. بین سر جاتون بخواب. چیزی می نبین براتون بیارم؟ گلگاف زبون چایی؟ اصلا نفهمیدم کی خوابم باشده.
بهش بگو صبح دیر نکنه. چشم. چی شد مگه نشنیدی؟ آخه الان وقت زنگ زدن بود. بابا طفلک افتاد باز. نه حالا خدا رو شکر این چند روز حالش خیلی بهتره. کلن فکر کنم از سرش افتاده. بله بله، پس شماره ایشونو که یادداشت کردیم. خونه رو که نه، خونه رو نده. بله بله چشم، واسه همین گفتم تشریف بیاری منزل ما دیگه. بله پس با اجازتون من شماره شما رو میدم به ایشون. قربون شما، چکر، خدا حافظ. آقا پس شما جمعه شب تشریف بیاری خونه ما، یه نون و ماستی با هم میخوریم. اگه پسند کردی میفته بعد 40. والا چی بگم، سخته. واسه اونم سخته ولی همه چی درست میشه. بفهمین اینا شماره ایشون. خدا حافظ. شما وارد تلفنم دیگه رد نداد. خیلی مبارک باشه. میگم شب چه شبی. خدا حافظ. شما مبارک. آقا ماشین کجاست؟ اون پشت گذاشتم. من رفتم. آقا جمعه شب یادت نره. باش باش. چنده؟ چی شد؟ ساعت چنده؟ 11 رو کم. نه نگرفته، اما منظورم اینه قیمت ساعت خوشگله چنده ها؟你不要忘了，我们之间是有合同的，是有协议的。我要看毛利。完了。毛一毛是东北的什么东西？毛干扰工作事情，也 business 安装不可能。俺们什么人配套的不可能？毛我要七九里毛应考的不可能。完了，对了，是。俺们自然没考，毛也是有些困难的。完了，俺俺们弟兄们，俺们毛干毛，来看那什么？因为这一段还没有联系上，是我所有该说的事情都完了。装置设备，你看看。还没考的话，怎么回事？怎么回事？咋了？怎么这样呢？这个人，我他们的也在那没在呢。我正在给他介绍呢。啊，这个人确实有点问题。那不不。那怎么这样呢？是哈吧？对对。不这样了。بابا فکر نمیخواد دیگه قبول کنه. یه قرار میذاریم با هم. آره اونجا راجبش صحبت میکنیم. آقا جون قربون مرام معرفتتون. من میدونستم شما حاج خانم فراموش نمیکن. چجوری فراموشش کنم؟ 35 سال باهاش زندگی کردم. 35 سال. 35 سال واقعا کم نیست، یه زندگیه. من و زری دو ماه نیست مثلا همدیگر رو میشناسیم. ولی انقدر این همسایه ما کیه قربان؟ چه فرقی میکنه حالا؟ بله فرق نمیکنه. نهار خوردی؟ نه میخورم. 50 زیاد دست شما درد نکنه، خدا برکت بده. اومد. مخلص آقا یعقوب. شکریم. حسن آقا دوماد ما آقا یعقوب از دوستان. سلام آه حسن آقا،
شاکرین خوبی؟ آقا من شرمندم و هنوز شرمندم نوبت پریشه. نه قربان شغلتونه دیگه اشکالی نداره. اینه آه چی؟ گفتم آه. مشکلی نیست حل. خب کی؟ شب. آقا جون به خدا این کار ممنوعه، جرمه. جرم اینه که یه مرد غریبه رو گذاشتن تو قبر زن من. همین دیگه، اون که زن شما نیست دیگه، طلاقش دادین. مرد باید رو زن سابقش هم تعصب داشته باشه. بفهم. باشه، پس من یه قرآن میارم، دوتایی باید دست بذاریم روش که این ماجرا بین خودمون بمونه. یعنی هیچ کسی نباید اینو بفهم. باشه باشه. یعنی حتی اگه کسی اومد از من پرسید ماجرا چی، میگم ماجرا چی؟ کدوم ماجرا؟ اصلا من ماجرا اینا نه، فقط من نمیتونم بیام. به خدا به خاطر ترسش هم نیست، به خاطر اینه که گناهه. اون دنیا اصلا معلوم نیست چی میشه. بارونت برم. من چرا به اون سعید جوالق نگفتم، به تو گفتم؟ چرا از تو کمک خواستم؟ بله خب خود سعید خود تکلیفش همین دیگه. من به اون اطمینان ندارم عزیزم، تو مثل پسر نداشته منی. بله. جلال راست میگفت، این یه امتحان الهیه و تو باید از این امتحان پیروز بیرون بیای. من؟ بله امتحان تو، امتحان من که نیست. باید نشون بدی لیاقت دختر منو داری، وگرنه عروسی بی عروسی. آها پس باجگیریه. نه امتحان الهیه، ما هم داشتیم. خب چیکار کنیم؟ ما کاری نمی کنیم، بقیه کارا با یعقوبه. یعقوب من موندم. این یعقوب کیه؟ کارش درسته، نگران نباش. نصف عمرش تو زندان بوده. همین دیگه، خب یارو نصف عمرش تو زندان بوده یعنی که کارش بلد نیست اصلا. آقا نه یارو اینقدر دیگه بس کن، همه چی حل، اصلا نگران نباش. من خودم رفتم ابن باوه یه مقبره خانوادگی گرفتم، بعدم رفتم گورکنه رو خریدم. به بقیه کارام تو کاری نداشته باش، فقط باید امشب یه تو کپا بریم زیارت اهل قبور. بله امشب؟ نصف شب. آها امتحانمون رو امشب برگزار میکنم انشالله. تعارف ندار ولی اگه اهلش قربونت بریم کار داریم. خاکی بلند کرد یک ساعت رفته بیرون، خیلی دیر کرده دیگه. نه دیر نکرده، دوتا قبر رو باید بکنه و دوباره پر کن.
کار داره. هوا اینجا من خیلی سنگینه، من یه جوری میشم اصلا. آقا این دفعه با خودم میبرم چی؟ من آقا؟ دیدنیه زریرم با خودمون میبریم، از این زنهای چینی یاد بگیره شوهرداری یعنی چی؟ بله. اصلا اینقدر مهربونن، علکی تعظیم میکنن، اینقدر علکی احترام میذارن. نباید فکر کنه تو فقط کیف کششی. ما آقا کیف کشی؟ آقا من فقط یک دور فقط چون سنگی بود کیفشو گرم جایی گرشم. خدا کار داره میکنی مرد حسابی، بذار حسابی یه برای اون برمینا، من به تو فرغون داده بودم میذاری رو شورت میاری داخل نفهم، بهت فرغون دادم. آقا یخ کردم زمین همچی صفت بود پدر رو نرمه. دادا باشه اسم شما چی بود؟ حسن. حسن جون قربونت برم روح دیدم جان، به خاک پدرم دوتا روح دیدم، دوتا روح مشتی همچین محو بودن. همینجور داشتم با هم گپ میزدم، من نمیدونم من از کجا میشناختم، همینجور اومدم طرف محمد، از دو طرف هم رد شدن، یه لفظی گرفتم همچون مشتی بود. آقا جون یکی شما یه لحنه اسرارو میزن مشتی ازش گفت یا یه چاقو بده، یه چاقو بده من، چاقو بزرگتره. من از کجا شناخته بود؟ من نیست، این بزرگتره، فامیل بود، خیلی بار بود اصلا. یا خدا یا بلفز، این چیه برداشتی آوردی؟ زنته. این نرخر زن منه عوضی؟ آره بابا زنته. مگه من به تو نگفتم جنازه طبقه اول برد و بیار؟ طبقه اول آوردم. بالایی رو آوردی یا پایینی رو؟ بالایی رو آوردم. خب بالایی طبقه دوه، من میگم طبقه یک. طبقه اول اولیه، میری توی ساختمون بالایی میشه دومی. نه بابا شما اشتباه میکنی، شما از رو زمین داری حساب. مگه تو هر چی حساب؟ از رو زمین با زیر زمین، چه زیر زمینه داداش؟ از روی زمین اولی اولی، پایینی دومی، بالایی از زیر زخرف نگو. خاطر میکنم با زیر زمین برعکس میده. بابا مگه نشه طبقه هفتم جهنم کشه؟ طبقه هفتم کجاست داداش؟ اسفل و سافلین بالا اول جهنم، همینجور یواش یواش میری پایین تا قهر جهنم، هفتم جهنم پایین. چی میگه تو بابا؟ این باید بره زنم بیاد. حمیدی یعقوب، یعقوب کجا رفت؟ برو دنبالش بیارش، برو یعقوب، پول بیشتر بهش میدی. راحت شدی؟ کثافت زدی به زندگیم رفت، حروم لقمه یه عوضی. آدم اگه تو زندگیش مالو حروم نخورده باشه اینجوری گور به گور نمیشه. دیدی کشیدمت بیرون؟ با من درست صحبت کن. خفه شو، هر جور دلم بخواد با حرف میزنم. با من دعوا میکنی؟ میگه من گفتم اونجا چرا؟ گفتم دهنتو ببند. تو اصلا زنتو آدم حساب میکردی، الان اینجوری داری برش جر میدی خودتو؟ تو زندگی خانوادگی من دخالت نکن، دهنتو پر خاک میکنم، فهمیدی؟ بحشی در زن حاج خانم هیچی تو زندگی کم نداشت. نخند، نخند جنازه. خودت نظر سر کار کمالی، تو کی به زنت رسیدی؟ کی بردیش گردش؟ کی بردیش سفر؟ چرا این سفر آخر که میرفتی چین با خودت نبردیش؟ خب اون سفر کاری بود، بعد هتل میموند، هتل از سر میرفت، میبردمش؟ اون مادر مرده یک بار تو زندگیش گفت من حوصله‌ام سر رفت. نظر نزنم به حرف من. این حسن کجا موند؟ خسته شدیم. اخ ببخش. شما سیگار داری؟
نمیکشم. تو هم نه کشور سلامتیت خوب نیست. جدی. آی کمالی اینجا این یه لاخمو اینجا هست. کجا؟ یه هفته از این داره میره تو چشمه. اینجا خوشتی پیرم. خیلی متشکرم. بکنده میشه. بذاریدش سرت باش لطفا. بذاریم اینجا اینجا بی با افاقه نمی کنه. تو که مردی نرده به ما. چرا بیبی؟ چرا دیگه؟ آقا جون اومدی حسن؟ عجب روزگاری شده اون یار بدی. این چیز چی شد؟ یعقوب چی شد؟ یعقوب چی شد؟ یعقوب رفت. رفت؟ بله آقا. کجا؟ چی شده؟ چی؟ خیلی خوب. اینا چیکار کنیم؟ همینجا خاکش کنی؟ خاکش کنم. همینجا خاکش کنم. شما خاکش. بیا کمک. کسیف شدی. خوبه خوبه ولش کن. بریم آقا جون بریم. آقا جون پس چرا نمیاین؟ تو برو من میام. من کجا برم؟ بعدش هم من ماشین خیلی دور گذاشتم آقا جون، پیداش نمی کنی. برو من یه چرخی میزنم یه کله پاچه میخورم خودم میام خونه. آقا جون اینجا که جای چرخ زدن نیست که. بعدش هم اگه شما کلسترول ندارین به خدا دکتر گفته براتون بده. تو تا به حال دیدی من به حرف کسی گوش کنم؟ نه. پس برو من میرم سر خاک خودم برمیگردم خونه. پس من میرم تو ماشین منتظر میمونم تا بیاین. قبول شدی حسن. یه برف قشنگی میاد. ژاکتتو بیارم بریم یکم قدم بزنیم. نمیای.
من رفتم. اگه خواستی صدام کن. باش. فروغ دلم برات تنگ شده.